نفر گفته که از همه صنعت‌ها مهم‌ترشان کینو می‌باشد، یعنی سینما بوده که دل‌ها و تمدن‌ها را با هم می‌پیوندد. سلام بیننده‌های بسیار گرامی برنامه‌های تلویزیونی سینما، خاصه اسرار فیلم‌آفری. باز هم رو برای هم قرار گرفتیم تا از آفرینش یک فیلم مشهور جهانی برایتان معلومات بدهیم. روزن‌های بحری کریب آفریده که این نوبت اسرار آن را پیش روی شما می‌گذاریم. اگر آماده باشید، یک جا تماشا می‌کنیم. راهزن‌های بحر کریب سلسله فیلمی که شرکت فیلمبراری وال دیسنی پیکچرز تا امروز در حجم 4 قسم پیشنهاد بیننده‌ها نموده است. آفریده که همگان تماشایش نمودند و دوستش می‌دارند. واقعه‌های فیلم در نیمه اول عصر 18 در یکی از جزیره‌های بحر کریب صورت می‌گیرد. صندوقی پر از سکه‌های لعنت شده، دسترسی نمودن به آنها و به لعنت زده تبدیل یافتن هر یک نفر، پیدا شدن راهزن‌های غیر مقرری و کاپیتان بکشتی تنها در این فیلم. ما از همین نقطه‌های تا حال در یگان فیلم تکرار نشده آفریده مذکور و هرچی دوست داشتنی نموده است. ایده ساخت چنین یک فیلم پس از آشنایی پیدا نمودن با بینای تاریخی دیسنی لند، خصوصا پارک آبی آن گرفته شده است. کارگردانی فیلم رو گور وربینسکی و پرودوسریاش رو جری بروکهایمر به عهده گرفته، اولین قسمی آن سال 2003 روی نوار آورده شد. فیلم مذکور پس از برآمد توجه زیادی علاقمندان سینما رو به خود جلب نمود. این است که درآمد آن 650 میلیون دلار آمریکایی رو تشکیل می‌دهد. با این نشان داد فیلم مذکور در روی خط موفق‌ترین آفریده‌های شرکت دیسنی قرار گرفت. ژانر فیلم ماجرایی، تخیلی و مذهبی بود. نقش مرکزی رو در آن جانی دپ، ارلاندو بلوم، کیرا نایتلی، جفری راش، جک دیونپورت، جوناتان پرایس، لی آرنبرگ، مکنزی کروک و دیگران اجرا نمودند. مؤلفان فیلمنامه تد الیوت، تری روسیو و استیوارت بیتی میباشند. فکر میکنیم سوژه فیلم برای هر یک شما بیگانه نیست، از این رو ما تنها از چگونه روی نوار آوردن قسم های آن حرف میزنیم. ولی پیش از این بیاید درباره جایزه های فیلم یک دو نقطه رو یادآور میشویم. سال 2004 برای بهترین نقش مردونه جانی دپ، بهترین پرداز و نیل، بهترین صدا کریستوفر بویس، بهترین تنظیم صدایی لی ارلوف و بهترین آرایش کامپیوتری جان نول با جایزه اسکار قدردانی شدند. این چنین برای بهترین نقش مردانه با مکافات گلوبوس طلایی جانی دپ قدردانی شد. نگفته نماند که ارلاندا بلوم سال 2008 برای بدترین نقش مردانه دویم درجه صاحب جایزه مالینه طلایی گشته است. همین طور قسم اولی فیلم باز در چندین کینو فستیوال ها اشتراک و صاحب جایزه گشته است. Da-dum, da-dum, da-da-da-da-dum. Удача при мне. در اول جک ورابی همچون نقش اپیزودی مقرر شده بود، ولی بعد از آمدی جانی دپ بالایها همش تغییر یافت. ابراز آفری عالی و سبک و اسلوب این هنرمند ممتاز فیلم نامه نویسان را وادار نمود تا دربارهش زیادتر نویسند، یعنی از یک نقش خرد تا اساسی. قیافه جک ورابی و خاراکتر این پرسنج را خود هنرمند پیشنهاد نموده است. او این سبک را از دوست و موسیقی نواز ژانر راک کیتن ریچردز که زیاد اعترافش میکرد به خود کسب نمود. دندانهای طلایی کاپیتان جک ورابی را خود هنرمند مخصوص برای این فیلم چسبانیده است. نقشه بود که روزنهای بحری کریب را در حوض کلانی که در آن تیتانیک روی نوار آورده شده است ثبت نمایند، اما آن زمان فیلم شاهی بحر را در مکان مذکور تهیه میکردند. از این رو تهیهگران به مکانهای طبیعی روی آوردند، از جمله به ترتو و جزیره خورده در گایتی که زمان مکان روزنهای بحری دانسته میشد. پورت رایال چونی نام دارد شهرکه که چندین صحنه های فیلم را در آن روی نوار آوردند. در فیلم نه همه کشتی ها کامپیوتری می باشند. برای ساختن آرایشات کامپیوتری 200 متخصص و 25 انیماتور جلب شده است. مورد ذکر است که خالکوبی دست جک واقعی نمی باشد، ولی بعد از برآمد فیلم او این رسم را در دستش تصویر نمود. قسم اولی فیلم که با نام مروارید سیاهی لعنت شده معروف است، با پورگی در مکان های واقعی روی نوار آورده شده، سال 2003 پیشنهاد بیننده ها گردید. راهزن‌های بحر کریب، صندوق مرده‌ها. What is it that has Jack? Что это Джек так испугался? How much do you know? Что ты знаешь о Дэви Джонсе? Ты должен мне свою душу. Пора платить по счетам.
Мы можем что-нибудь сделать? Есть один сундук. Нужно найти сундук. Чтобы найти его, нужно уплыть за край света. Мы знаем, куда плыть. Қисмҳои дуюм ва сеюми филм ҳарду дар як вақт наворбардорӣ шуданд. Албатта, бадин васила ҳам вақтро сарфа карданду ҳам маблағро. Дар қисми дуввум барои коргардон ҷангал ва ҷазираҳои мувофиқ ба қисса лозим буд. Пас аз ҷустуҷу намудани чандин макон, билохир ҷазираи Доминикро ихтиёр карданд. Дар ин ҷазира ғайр аз ҳиндиёни африқоӣ каси дигари умр ба сар намебурд. Ин аст ки онҳоро низ дар хати сужа ҷой доданд. Ин ва чанд маълумотҳои донистани дигар дар идомаи барнома. قسم دویمی فیلم سالی 2006 روی نوار آورده شد. این نوبت جک و رابر را لازم آمد تا صندوق مرده ها را پیدا نماید. نخست نمایشی آن 7 ایولی سالی 2006 در آمریکا برگزار گردیده است. دوامی 3 روزی پخش در کینوتالارها 136 میلیون دلار آمریکایی درآمد را به دست آورد. بنابر درآمدی کلش که 1 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد، فیلم زینه 18 را در فهرست سردرآمدترین فیلم های آمریکا کسب نموده در این زینه 6 ماه ایستادگی کرد. فیلم برای بهترین کاری رسامی، تنظیم و آرایشات کمپیوتری خود همان سال سزاوار جایزه اسکار گردید. اکنون از روی نوار آوردنش حرف میزنیم. Придёт момент, когда у вас будет шанс принять правильное решение. Обожаю такие моменты. Люблю махать им, когда они пролетают мимо. Саравал барои таягарон пайдо намудани макони саб барои ҳар ду қисмҳои фильм, ки баробар тая мешуданд, муҳимтар буд. Мо тамоми фикрамонро дар қисми аввал бахшидем. Барои ҳамин вақте бароямон гуфтанд, ки мо идомаи филмро мехоҳем, надонистем, ки корро аз чӣ шурӯъ кунем. Маҳз дар қисми аввал ин дунё офарида шуд. Барои ҳамин бинандаҳо дӯст медоранд то дар бораи он зиёдтар бигӯем. То кунун 41 рӯз сипарӣ гаштааст. Дар назар аст, ки 189 рӯз мо инҷоем. در باره ایدامه فیلم قیصه کردن رو شروع کردن و این حیرت آور بود. همیشه میگویند یک چند فیلم دیگر رو تهیه کردن لازم. من در جواب خواهش میکنم التجا دارم دیگر هیچ فیلم. لس آنجلس، فیلیالی شرکت فیلم براری دیسنی. یک چند روز بعد تهیه‌گران به مکانی سب میروند. ҳоло омодагӣ сурат гирифта истода аст. Ҳар як нафари дар ин филм саҳм дошта бояд номнавис шаваду аз муоинаи тиббӣ гузарад. Дуглас Ферифер, директори ин лоиҳа, аз интихоби мавзеи наворбардорӣ мегӯяд. Ӯ иброз медорад, ки ин навбат филм дар Лос-Анҷелес не, балки дар ҷазираи Доминик, ки як чанд километр дур аз ҷазираи Сент-Винсентр воқеъ аст, сабт хоҳад шуд. Номбурда мегӯяд, ин макон беҳтарин ҷой барои наворбардории чунин филм хоҳад буд. در عموم 400 نفر در روی خط تایگران ثبت گردید. اکثریت از آن خوشحالند که باز دوباره به هم آمدند. این بسیار عالی است که همه برگشتند. اکثریت در قسم اولی فیلم که ثبتش وقتی خیلی زیاده رو در بر گرفته بود اشتراک داشتند. برای همین همه جمع شدند. این منظره استراحتگاه جوگیان و یا گروه کارمندان سیرک را میموند که به کجای سفر دارند. سفر اولی بود. اکنون همه به منزل رسیدند. گفتم ممکن که کار برای تایگران از روز اول شروع گردید. در این مکان بناهای مخصوص برای فیلم بنیاد شدند که این از هنری والای کارمندان هالیوود شهادت می‌دهد. باید گفت که برای ثبت این قسم فیلم همگی 200 روز مقرر شده بود و در این مدت تهیه‌گران را می‌بایست وقت را درست و صرفه‌کارانه استفاده نمایند. این است که از روزهای نخست هدف گذاشتند تا کار را با صفت و تستر انجام می‌دهند. قسم بیشتر صحنه‌ها را در هاو ثبت نموده سپس به بحر برآمدند. اینچنین در مکان مقرر شده ساختمان دکوراسیای فیلم صورت گرفت. با همین روند نواربرداری در سنت وینسنتر به انجام رسیده گروه به جزیره دامینیک سفر کردند. Most people have never even
بسیاری ها در برای این جزیره چیزی نمی دونند. اکثریت وقت نامش رو می شنوند، آن رو به کشور دامینیک مانند می کنند. اما این جزیره است که تا حال اسراری آن برای ما باز نشده است. طوری می بینید این مکان واقعی و جزیره تنهای است که شاید قدم آدمی هیچ گاه به آن نرسیده باشد. گفته می شود که در اینجا خط تلفن و برق عموما وجود ندارد. موادهای لازمه و عموماً هر آنچه وابسته به ثبت فیلم با واسطه ماشین‌های بارکش به مکان ثبت انتقال داده می‌شدند. پیچ و خمی راه‌ها گردش‌های خطرناک راننده‌ها را نترسانیده برعکس به وجد می‌آورد. حالت‌هایی می‌شد که آنها با مشکلی‌های بزرگ روبرو می‌شدند. آمدن به جزیره دامینیک برای تایگران عینی مدعا بود، زیرا در ثبت این قسمی فیلم به آنها هندیانی تجایی این مکان کمک نمودند. حالا شما روند نواربرداری صحنه چرخ را تماشا دارید. اگر این نوار همگی در فیلم 5 دقیقه جای داده شده باشد، اما نزدیک 2 هفته نواربرداری شد. در ثبت این صحنه ارلاندا بلوم در فرقیت جانی دب از عوض کننده نقش قهرمان استفاده نکرد. ما بالای این چرخ وقتی زیاده را صرف کردیم. شما تصور کنید وای در گردش است و شما گاه تک و گاه بالای آن با واسطه شمشیر با رقیبتان می جنگید. این چرخ را می موند که شما در باخ ها می بینید و از آن در لحظه های دلخوشیتان استفاده می برید. البته اگر نمانند این بلکه راحت باشد. همین گونه یک صحنه مرکب دیگر این فیلم که از تهیه‌گران مسئولیت زیادی را طلب میکرد، این ثبت صحنه قفس از استخوان میباشد. در این اپیزود هم از هنرمندان اصلی استفاده بردند و هم از کسکدیوران. ما این صحنه را خیلی زیاد ثبت کردیم تا حدی که در آخر فرقیت میان کسکدیوران و هنرمندان را گم کردیم. گار قرار داد که برای او نوارهای کلان هنرمندان دادزننده لازم است. با عقیده او بهتر از ما کسی دیگری نخواهد بود. تنها 6 نفر قفس را می برداشت. اگر کدامی از آنها حرکت ناجای انجام بدهد، این به نیکی نمی آورد. برای همین ما توازن را خوب رعایت می کردیم. خیلی عالی بود. آخری روزی نواربرداری در دامینی کارگردان می خواهد از ما خلاص شود چی؟ تایگران صحنه های لازمه خود را در دامینیک ثبت کرده، اکنون با اکزوم است، جزیره واقع در قسم شمالی با گاما سفر میکنند. محض با ثبت صحنه ها در آن همین مکان تایگران با فیلم نقطه گذاشتند. اکنون با دیگر پهلوی کار میگذاریم. پرسناج دیو جونز که نقش هنرمند بیل نای اجرا نموده است، یکی از قهرمان های کلیدی این فیلم به شما رفته، روزن های بحری کریب را به آن تصور کردن امکان ندارد. در نشان دادن این پرسناج تایگران از تکنولوژی ضبط حرکت استفاده نمودند. طوری میبینید همه هنرمندان در تن لباس های مخصوص دارند که این اصول امکان میدهد هنرمندان با دلخواه پرسناج تبدیل داده شوند. این انقلاب کینوست. سر اول قالب پرسناج را در کامپیوتر ساختند، بعدا در چهره هنرمند تگمچه های ضبط حرکت را نصب نمودند. کمی پرداز و باقی مانده کاری آرایشات تکنیکی. برای اونه که ارلاندا بلوم عجوبه های زیری منحی دیو جونز رو احساس بکند، از رزین های مخصوص استفاده نمودند. بعدن این روان در کامپیوتر با واسطه برنامه های مخصوص ساخته می شود. همین طور صحنه هایی که با اشتراک این پرسنج ها صورت گرفتند روی نوار آورده شدند. راهزن های بحری کریب در انتهای دنیا. Что ты готов? На что готов каждый из вас? У вас хватит духу совершить плавание на край света, к призрачным берегам, чтобы вернуть удальца Джека. А я подумал, вы по мне просто соскучились?
قسم سوم فیلم با خرج 300 میلیون دلاری آمریکایی رونوار آمده، نخست نمایش آن 25 می سال 2007 در جهان برگزار گردید است. باید گفت که این آخرین قسم با کارگردانی گور وربینسکی میباشد. در فرقیت دو فیلم قبلی شماره سوم داخل استودیو تصویر برداری شده است. برای این یکی از کلانترین میدان ثبت در تاریخ کینماتوگرافی را ساختند. نوبسته به آنکه امروز اکثر کارها با کامپیوتر صورت میگیرند، اما کشتی ها را به شکل تامز برای این فیلم ساختند. قالبی ساخته شده کشتی که چندین تن را تشکیل میداد با واسطه کرمپ های باربردار حرکت داده میشد. باید گفت که تنها برای ساختن دکوراسیا نوبسته با زحمت هر روزه و شبانه روزی 3 ماه وقت صرف کردید. برای ثبت این صحنه زیاده از 100 تن آب مصرف شده است، لیکن البته این برای نشان دادن بحر واقعی بسنده نبود. از این خاطر تمام آبهای در این صحنه نشان داده شده آرایشات کامپیوتری میباشند. از سبب معین نمودن وقت برآمد فیلم، تهیه‌گران مجبور شدند روند کارو از این دیده زودتر انجام بدهند. برای همین بیشتر صحنه های قسم سوم در وقت بی‌نهایت کم نور برداری شدند. وقت تا حد تنگی میکرد که حتی فیلمنامه به پورگی نوشته نشده بود، یعنی هم می‌نویسند و برابر ثبت نکردند. صحنه دیگری که رونور آوردنش برای تهیه‌گران آسان نبود، این نشان دادن یک هنرمند به تعداد چند نفر در یک نور میباشد. پیش از همه جونی دپ را لازم آمد نقش هر یکی را در الهیدگی اجرا نماید. بعدن صحنه مذکور با اشتراک 15 نفری که قیافه‌شان به پرسنج مانند کرده شده بود ثبت کرده، این روند رو در تنظیم جابجا گذاشتند. سال 2011 قسم چهارم فیلم رونوار آورده شد. نخست نمایش آن باشد 11 می همان سال در مسکو با اشتراک جانی دپ، پنلوپا کروز و پرودوسر جری بروکهایمر صورت گرفت. روزی اولی نمایش در کینوتئاترهای روسیه فیلم درآمدی رکوردی را در تاریخ پخش فیلم ها در اکران های کلان این کشور گذاشت. یعنی آن 132 میلیون روبل روسی برابر با 14.7 میلیون دلار آمریکایی را صاحب گشت. این قسم فیلم را چگونه تهیه نموده باشند؟ با هم ببینیم. Джек, тебе доводилось видеть собственными глазами источник вечной молодости? Прости, можно повторить вопрос? Мы знаем, что у вас имеется карта. Вы могли бы возглавить экспедицию. Тогда с вас корабль. Какова судьба моей жемчужины? Захвачена. Черной бородой. Чернут! Корабль вдруг ожил. Восстал против нас. Розанхой Бари Кариб. جان، نشستی اولی؟ انا این روز اولی نوار برداری است. ما این مکان را پس از جستجوهای زیاده پیدا کردیم. طوره میبینید با واسطه راه خشکی آمدن به اینجا امکان ندارد. برای همین ما زورق گرفتیم. این نوبت کارگردانی فیلم را روب مارشل به عهده گرفته، نوار برداری آن سال 2010 در شهر لندن صورت گرفت. این شماره با خرج 250 میلیون دلار آمریکایی تهیه شده، درآمدش چون قسم سوم 1 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. روند نوار برداری در مکان‌های موافق شهر لندن 4 ماه ادامه یافته، تهیه‌گران با جزیره‌های کاوی و اوآخو واقع در گاوایا آمدند. اینجا نوار برداری 2 ماه ادامه یافت. انجام برنامه اسرار فیلمافری، امیدوارم آنچه را که حالا دیدید برایتان خوش آمد. اینجا تا درودی دیگر با شما خیر و خوش میکنیم. خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید و همیشه دوستداری سینما باشید. خیر.